خانم آقایون دوربشم، به برنامه دیگری از تلویزیون رنگارنگ از شبکه جهانی پارس خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود می‌فرستم. امروز بر محور چند موضوع با هم صحبت خواهیم کرد و همینطور که گفتم این نوع برنامه به نام برنامه مستوره‌ای یا جمع جور تقدم حضورتون میشه. امیدوار هستیم که بعد از مراسم یعنی در سال جدید 2018 بتونیم با وقت بیشتر و برنامه بیشتری در خدمتتون باشیم. آنچه که مسلمه برنامه تلویزیون رنگارنگ در این وقتی که در اختیار ما قرار گرفته، به حال نگاه یک روزنامه‌نگار قدیمی است به مسائلی که دور و برش می‌گذره و همیشه اینو گفتم بازم تکرار می‌کنم، تعصب و اصراری بر درست گفتن یا درست میگیم نیست. این به حال مجموعه از تجربه سالانه که تو این کار گذروندیم، به هر حال به قول گفتن تحصیلی که در این راه کردیم، مجموعه ایست که به اون نگاه یک روزنامه نگار قدیمی ارائه میشه. نه نقطه نظر گروهی است، نه نقطه نظر جماعتی است، هیچ کدوم اینا نیست و هدفمون هم اینی است و بوده تو این 30 چند سال گذشته، افشاگری، روشنگری که رسالت یک روزنامه نگاره. حالا هرچند این روزها شرط بسیار عوض شده و حفظ منافع ملی بازیچه گروهی دغلباز شده، ولی سعی میکنیم تو اندازه بضاعتی که داریم و اشرافی که دور و بر خودمون داریم به بعضی مسائل نگاه کنیم که حالا با تعهداتی هم که داریم اسم نبریم و وارد به قول گفتن دیتیلز یا جزئیات مسائل نشیم. من فقط اول برنامه اینو بگم که دوستی چون این برشست رو برنامه میزنن که شما اهل انتقاد پذیر نیستین از اینجور مسائل، من اونم انتقاد الان مثلا فرزن دوست جوانی حتی انتقاد کرد که آقا شما خیلی آروم صحبت میکنید. نسل جوان سرعت میخواد، هیجان میخواد، درست میگه از دیدم خود اون، من یکی اینجا نشستم شاید خیلی آروم صحبت کنم، ولی همین آروم صحبت کردن من تو این دو سه ماه گذشته به دلیل انتقاداتی بوده که قبل به من میشده که آقا خیلی تند حرف میزنی و اینقدر سریع میگو میری ما نمیفهمیم آخر چی شد. همینه دیگه، شما وقتی خودتون در معرض قضاوت دیگران میگذاری، این حق مسلم دیگرانه که شما رو قضاوت کنن، هر کس دیدگاه خودش. آنچه که گفته نمیشه که خب ما اطلاع پیدا نمیکنیم که، آنچه که گفته میشه برها من سعی میکنم همیشه دین تو برنامه مختلف رنگارنگ اومدیم و گفتیم که چنین انتقادی شده، مثل الان که میگن آقا اینجوری صحبت میکنی یا ما رو متهم میکنن که مثلا تندروی میکنیم، با خشونت و خشم صحبت میکنیم. خب اینا خیلی مشخصه دیگه، به هر مایی که بخشی از یه ملتیم و ملتی که 40 سال زیر ظلم و ستم یک رژیم ضد ایرانی قرار گرفته، مسلمه ملت خشمگینی هستیم، مسلمه نسبت به خیلی چیزها حالت عصیان داریم. اگر تعدادی از هموطنانمون که خارج از کشورن خیلی این حالاتو ندارن، یکی از دلایلش اینه که خب دلتنگیاشون رو رفع میکنن دیگه، با هدیه‌ای که از نظام جمهوری اسلامی گرفتن، پاسپورت‌های خرچنگ نشان، میرن و میان و به هر حال کشورشون رو میبینن، سکو کامل رو میبینن، بالاخره پیژامه‌ای، منقل گرمی، چه میدونم مطب پزشکی، دماغی، یه تیکی از بدنی بالا پایین، اینا به هر حال یه بخشی از این ارتباطاته که خب میرن اون آرومترن. ولی برای ما که نزدیک بیش از 3 دهه هست خیلی چیزا رو حالا ما برده بازم جزئیاتش نمیشم بگذاریم. این اول برنامه گفتم که بگم هدف ما از برنامه تلویزیون رنگارنگ خدمتی است که فکر میکنیم در جهت حفظ منافع مردم ایران انجام میدیم. میریم یک قطعه کار از آقای محمد شمس، استاد محمد شمس، میبینیم و برمیگردیم.
رژیم داره به شدت تلاش میکنه که یعنی یکی از کارتهای برنده وزارت اطلاعات و سپاه و بالاتر از همه اتاق فکر رژیم اینه که تا میتونه الان توهم‌زایی کنه، دوباره از شکلهای گوناگون افکار مردم رو بفریده و قهرمان‌سازی کنه. همونجور که سال 88 سر بخشی از ملت ایران کلا گذاشت، یه جانی جنایتکاری مثل موسوی و کروبی بردن کردن به اصطلاح قهرمانان مثلا مردم، حالا داره یا حالا کار به جایی رسیده به احمدی نژاد کشیده که یه خود رژیم هم با تمام وقاحتش میگه که توی 8 سال احمدی نژاد با تمام سالهای دیگه فرق میکرد، انقدر مملکت رو دزدیدن و چاپیدن و به سقوط کشوندن. حالا احمدی نژاد یه دفعه میشه زبان معترض مردم و هدفش هم مثلا برادران لاریجانیه. حالا اینکه برادران لاریجانی اصلا توی حکومتی مثل حکومت مافیایی نظام جمهوری اسلامی چقدر میتونن نقش داشته باشن اگر خود رژیم نخواد که داستان دیگه است، ولی احمد نژاد در واقع داره میاد این سوپاپ ایمنی رژیم میشه مقابل مردم، یعنی حرفایی رو که مردم خشمگین تو گلو دارن این مسئله هم میاد به نوعی با این شکل هم میگه که فرضا مردم میگن خیلی خوب حرفی که ما مثلا میخواستیم بزنیم داره بخش این میزنه، یه گوشش دیگه میرن یه علمشنگی دیگه را میدازن. از اون وقت خود اونایی که مثلا تو حزب الله یا خودشون یه ذره جواب دارن اونا میان جواب اینا رو یه جور دیگه میدن، کردنش یک در واقع گود زورخونه که یه سری پلو پنبه مسخره ریختن توش، همین جوری دارن خاک میریزن تو بازی مردم و دارن یک بلبشوی درست میکنن که حالا سوریه دیدن نه قافیه رو باختن، حالا کشیدنش به اورشلیم مثلا اورشلیم رو دارن حوار میکنن، اونجا رو حزب الله رو دوباره تجهیز میکنن که فضایی باشه که مثلا اینا بگن آقا ببین ما حالا سوریه نشود حالا اینجا که هست میکره، یا حوثی ها رو چیز کردن که آقا با موشک دوباره زدن به کاخ سلطنتی عربستان سعودی و مجموعه اینا هدفشون اینه که فضا رو فضای همین که گفتم سوژه دار کنن، یعنی هر گروهی رو با یه مسئله سرکار بذارن، هر گروه رو به یه شکلی مشغول کنن، یکی درگیر احمدی نژاد بشه، یکی درگیر برادران قزمیت مثلث بیقه برادران لاریجانی بشه، اون یکی درگیر نمیدونم اژه‌ای بشه، این ببینه خامنه‌ای حالا چی گفت، حالا نمون یارو سگ قفس رهیده قاسم سلیمانی چی گفت، این فضای
داخله که اینا با شکلهای مختلف اتاق فکری فضا ایجاد میکنه که مردم رو به یه نوعی مشغول کنه و تلویزیون های پنج قلو هم که در خدمتشون هستن تو لندن تو این فضا شرکت میکنن و همطوری که گفتم و بارها باز تأکید میکنم یکی از کدای خیلی روشن هر کسی یا هر رسانه‌ای این است که آیا صحبت از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی میزنه یا نمیزنه. این 28 دیگه تموم شده، نخنما شده، یه بخش رژیم خوبه یه بخشش بده، این دیگه اصلا خیلی مسخره است. وقتی آمار خود رژیم جمهوری اسلامی میگه، خانم آقایون دقت کنید، آمار خود رژیم جمهوری اسلامی میگه که تا الان نزدیک به 200,000 نفر اینا اعدام کردن و از بعد به استقرار نظام جمهوری اسلامی تا امروز همه آدم های دایناسورهای تاریخی هنوز زنده هستند و دارن توی این رژیم زندگی میکنن. خودم توی تمام این جنرات ها هستن گمه میشه یه دونه شو حتی یه دونه شو از بدنه این رژیم جدا کرد. این هم که اومدن بیرون مثل اکبر گنج و محسن سازگارا و نمیدونم وزیر ارشادشون رو نمیدونم اینا همه بالاخره از اون بدنه. این که قورباغه رو رنگ کنی جای فولکس رو هم خواهی جامعه بفروشی نمیشه. اینا با این حرفایی که میان خارج از کشور میزنن بازم همین حرفا شدن. تایی حرفای اینا رو که جمع کنی مهاجرانی و نمیدونم کدیور و باز میگم حالا اسم اولین ولی خب بخواهی یه مقدار شما بدون ما کیا رو میگیم دیگه. اینا رو که همشون رو جمع میکنی اینا میشن یک گروه که دیوار دفاعی رژیم هم تو میگن آره آقا ما آمدیم همه سالا خارج دیدیم خارج هم خبری نیست باز دل ببندیم اپوزیسیونی که داخله ما هم در واقع دنبال چیه همون اپوزیسیون داخلی. من نمیم چجور خارج از کشور اپوزیسیون نیست اینقدر سوت و کوره ولی رژیم و میلیارد ها پوند و دلار و صد ها آدم ریز درشت و بریده و دم بریده و تواب و سمینار و فلان اینا همه پشت اینه که بگن آقا یه گروهی خارج از کشور بدتر از اینا خود بیرون کشور خارج این همه انرژی و سرمایه واسه چیه شما که میگین بیرون خبری نیست و نهایتش هم برای این رژیم سناریو آخرش اون که نوشته مثل فیلم های فارسیه اولش میدونی آخرش میتونه حدس بزنی که خوشبخت میشه تش هم اینه که نهایتا این خامنه ای رو همون کاری که با خیلی ها کردم سرش میکنن زیر آ یه شورای را میندازن و شورای ولایتی و این چهار پنج جک و جونورای اهل حصر مصرم در میارن و یه کارناوال توحش هم را میندازن که سر مردم کلا بزنن که آقا همه چی ایدئال شد. نه دیگه مشکل اینه که دیگه اوبامایی نیست بوشی نیست کلینتونی نیست سیستم آمریکایی نیست که از این نمایش حمایت کنه که بتونه اجرا شه. کارگردان اصلی خود آمریکا دستیارش اروپا که الان خیلی دستیارا دارن تلاش میکنن دست پا میزنن که سناریو کارگردانه رو عوض کنن ولی اصل قضیه مردم ایران هست. اصل قضیه این ملت یه تعیین میکنه چی میخواد و شک نکنید که این کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی از این فضا به هیچ عنوان رهایی نخواهد یافت. میریم و برمیگردیم. در این قسمت میخواستم درباره ارتباطاتی که نسبت به این برنامه پخش میشه و مجموعه فعالیت های تلویزیون رنگارنگ
خدمتون بگم. آنچه که به هر حال از تریبون تلویزیون رنگارنگ پخش میشه، مسلماً همطور که گفتم تو این فضای قحطی زده خارج از کشور که همه فضا اشغال شده، یه سوال پیش میاره، چون یکی دو تا از این مهره‌های کاملا مشخص رژیم، از اونایی که دیدیم مثلا این متظاهرهای مذهبی میرن خودشون میسوزونن پیشونشون و چرک و چروکش میکنن که مثلا میگن آقا اینقدر سر به مهر میذاریم و در فضای ملکوتی رها میشیم که این قلوه زده رو پیشونیمون، از این نوعشون خب تماس میگیرن با تلویزیون رنگارنگ و به دنبال احقاق حق دموکراتیک خودشون هستن. من شاید با اصل قضیه مشکل ندارم، اینو بگم اول، چون فکر میکنم که شما وقتی مقابل کسی میخوای بشینی که دست پره، اون نمیتونه تو رو بازی بده، نمیتونه گول بزنه، نه تو بهش میذاری اصلا اونجا برسه که همچین فرصتی پیدا کنه، حالا هر که با هر اسمی میخواد باشه. ما اینجا که نشستیم خدمت شما، شاید خیلی شما نمیشناسید و خیلی تون سابقه ما رو نمیدید، ما تو این حداقل 20 و چند سالی که سعید امامی اومد خارج از کشور و یه سری خط و خطوط رو خرید و ارتباط برقرار کرد و برگشت به ایران و خیلی از دور و بری‌های ما همه رنگ عوض کردن و با اون ور پیچیدن و به شکل‌های مختلف از منبع مالی رژیم تغذیه کردن ولی به شکل‌های مختلف، تا الان ما شاید به جرأت میتونم بگم حداقل 1000 نفر رو با کلیه مشخصاتش اعلام کردیم و مشکل هم نداشتیم، چون میدونستیم با دست پر میام اونم میدونستن اونایی که میام میگیم درسته، وگه نه اینجا در راه های قانونی هست، اینقدر جایی هست برای شکایت و غیر و ذالک. ولی خودشون چون میدونستن اصلا وارد این بازی نشد. ولی الان داستان اینه که این تلویزیون هایی که با چنگ و دندون، شاید الان اینجا یک چیزی که میگه آقای شجری خیلی دوست نداری شده بدونه، ولی من نگاه میکنم میگم تلویزیون پاس الان شاید 3 شب ساعت ها از لس آنجلس تلفن دست آقای شجری است با من از تو لندن برای یه اشکال کوچیک تکنیکی برای بقای این تلویزیون داره تلاش میکنه. وقت تو لندن تلویزیون هایی اصلا این 5 قلوهای به هم چسبیده که مثلا 10,000 پوند پول خوردشونه، دسته که شاید این مشکل آقای شجر مثلا میگم با 1,000 پوند به راحتی حل بشه. و چرا یه تفاوتی باید باشه دیگه، وقتا این تفاوت ها کجا باید گفته شه، کجا باید شما که مخاطبین بدونین که آقا تو هر سیستمی، تو هر سیستمی از کجا آوردی حرف اوله. حالا بحثم اینه که وقتی این تلویزیون هستن و این دوستانی که میخوان بیان مثلا از خودشون احقاق حق کنن، من نمیدونم شما که تو همه رسانه هستین که این رسانه های پرهزینه، از این تلویزیون به اون تلویزیون، این سایت اینترنتی به اون سایت اینترنتی، برای تمام فضاهایی رو که در اختیارتون قرار گذاشته شده اشغال کردین دیگه، دیگه حالا گیرتون فقط اینه؟ بس هم اینه که شما که بیننده برنامه های تلویزیون ها هستید شما نمیدونید، نمیدونید واقعا پشت هر تصویری چه حکایتیست، چقدر راسته، چقدر دروغه، کی سرتون کلا میذاره، کی با تون راست دو با حقیقت روبرو میشه. و وقتی میگن چراغ یک تلویزیون روشن بمونه، این چراغ تلویزیون به نظر من برای هر ایرانی که سر سوزن
عرقی عشقی به وطنش داشته باشه، یه وظیفه که بگه آقا من نسبت به وطنم حداقل یه کاری کردم که یک صدای خاموش نشه، چون صدای پرپول و اضافه بر درآمد که مشکل ندارن، که شما از شما تقاضای درآمدی که نمی کنن، تا یه چیزم سعی می کنن به شکل های جوایز مختلفتون بدن، ولی تلویزیون هایی که مثل تلویزیون پارس و آبرومندی و چرا خاموش میره و سعی می کنه یک کانالی باشه که ارتباطات همه رو بتونه بدون سانسور برقرار کنه، خب این نیازمنده کمکه. الان دم کریسمس و ژانویه سال نو داره از راه میرسه و شاید این یکی از فرصت‌های خوبه که برای هر کس اندازه بضاعتش به عنوان اصلا وظیفه است، یک کادو. مگه در همچین مراسمی به هم دیگه کارت نمیدیم؟ من گل و شیرینی نمیدیم، یک کادو نمیدیم؟ خب برای یه رسانه هم اون هزینه رو میشه ارسال کرد و به نوعی چراغ این تلویزیون رو روشن‌تر نگه داشت. اینو میگم چون به قول گفتنی میگم سوت دلان گرده هماییم، در بحثیست که من خودم اینو با پوست و استخوان طی 3 دهه حس کردم، فشارهای مالی چیزایی. من حالا بخواهم بازی شدم خیلی صحبته، ولی کلا میخواهم بگم انقدر مسائل دیگه دورو بره، یک کار اصلیه که کار اصلی در واقع میشه کار فرعی جایی، یعنی شما اینقدر باید مشکلات دیگر رو حل کنی که اون نیرو و انرژی رو که باید بذاری خود اصل قضیه یه جور تحلیل میره و این امکان پذیر نیست مگه همین یا امداد غیبی برسه یا پولای طیب و طاهر برسه. بالاخره اگه میخوای مستقل باشی باید مواظب باشی که پول نقداری به داویزون نشه و کار سخت میشه، وقتی استقلالت به خطر میفته، وقتی استقلالت به خطر میفته، هویتت به خطر میفته، وقتی هویتت به خطر میفته اصلا وقت خود باید بپرسی که کی هستی. در این مسیر طولانی و خطرناک باید خیلی موضوع چاله چوله هم بود دیگه، یه جا باید بیفته تو چاله یه تاتش باید فاتحش خوند. برحال من در پایین اضافه کنم که برای اون دوستانی که در خارج از کشور جمع شدن و دیوار دفاعی رژیم شدن، همین رو که گفتم همشون تو حکومت رژیم جمهوری اسلامی صاحب شغل و مقام بودن، یکیشون سپاه رو درست کرده، یکی بهشون بودن اکبر پونس، اون یکی وزیر ارشاد بوده، تمام جنایت رژیم درش دخالت داشته، اون یکی فلان، اینا اومدن یه دیوار دفاعی درست کردن، میگن خارج از کشور خبری نیست. من فقط اینجوری میتونم بگم که این مردم هوشیارتر از اونه، این بازی ها بیرنگتر از اونه که بخواین اپوزیسیونی که فعاله و داره تو صحنه بین‌المللی فعالیت میکنه، میتونه توی اجتماعی متجاوز از چند تن نمایندگان پارلمان مختلف اروپا و جهان رو جمع کنه، یا اپوزیسیون پس قدرت اینو داره که بگه من مدعی جانشینی حکومت ضد ایرانی در کشورم هستم، این دکوناتون رو تعطیل کنید، این حرفا رو بذارین برای خوش آمد اون چارتایی که میشنن توی پنلایی که با هم درست میکنین و از قبل با هم میگین من چی بگم تو چی بگو. برحال کوتاه کنم، امیدوار هستم که پیشا پیش کریسمس خوبی داشته باشین، سال نو آینده پر از سلامتی، موفقیت و شادکامی و این امید پایداری که تا این دو طول کشته به تحقق برسه و ما شاید همه بگم میگم باز من که خیلی خوشم، امیدوارم نوروز در ایران بتونیم با هم جشن بگیریم.